شرکت دبیرکل حزب دموکرات کردستان در نشست اپوزیسیون جمهوری اسلامی در سوئد، ادامه واکنش‌های بین‌المللی علیه جنایت‌های رژیم بشار اسد و توافق فتح و حماس برای تشکیل دولتی مشترک در فلسطین. با درود به شما بینندگان گرامی، همراه شما عزیزان هستیم با خبرهای این ساعت. بنیاد اولاف پالما در روزهای 15 و 16 بهمن ماه سمیناری را تحت عنوان اتحاد برای دموکراسی در ایران با شرکت 50 تن از شخصیت‌های سیاسی و نمایندگان احزاب و سازمان‌های سیاسی برگزار کرد. در این سمینار به ضرورت همکاری میان احزاب و سازمان‌های سیاسی تاکید شد و همچنین بحث در مورد خیزش‌های اخیر کشورهای عربی و تجربه‌های به دست آمده از آنها بخش دیگری از محورهای مورد بحث در این سمینار بود. در این سمینار آقای خالد عزیزی دبیرکل حزب دموکرات کردستان با اشاره به نقش و تأثیرات نهادها و قانون‌های بین‌المللی در خصوص آینده ایران اذعان داشت، اگرچه ممکن است اپوزیسیون جمهوری اسلامی دارای اختلاف نظر و تمایزات در افکار احزابی با یکدیگر باشد که وجود آن هم طبیعی است، ولی وجود همکاری و موضع مشخص و واحد میان احزاب و سازمان‌های سیاسی و داشتن یک برنامه و گفتمان مشترک در نشست‌های میان احزاب و جامعه جهانی امری سرنوشت ساز و کلیدی است که باید به آن توجه کرد. در بخش دیگری از این سمینار آقای عبدالله مهتدی دبیرکل کومله انقلابی زحمتکشان کردستان ایران در مورد ضرورت همکاری اپوزیسیون با یکدیگر و لزوم همصدایی و هماهنگی بیشتر به ایراد سخن پرداخت. یکی دیگر از محورهای مورد بحث در این سمینار به بحث و تبادل نظر در مورد آینده ایرانی پلورال و بدون هیچ گونه تبعیض و لزوم مشارکت همه تنوعات ملی و سیاسی در حاکمیت ایران آینده تأکید شد. شایان ذکر است که در این سمینار علاوه بر حزب دموکرات کردستان، کومله انقلابی زحمتکشان کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان ایران، گروه‌ها و جریانات سیاسی ایرانی دیگری نظیر جبهه ملی، جمهوری خواهان، نهضت آزادی، فدایان خلق و نمایندگان ملیت‌های عرب و بلوچ شرکت داشتند. ده‌ها تن از رانندگان تاکسی در سردشت در اعتراض به افزایش کمیسیون ماهانه دست به اعتراض زدند. به گزارش کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری، 60 نفر از رانندگان تاکسی خط ربط به سردشت در 16 بهمن ماه و در اعتراض به افزایش کمیسیون ماهانه آنان از 26 هزار تومان به 50 هزار تومان از ساعت 7 صبح تا 12 ظهر دست به اعتصاب زدند. بر اساس این گزارش، این رانندگان اعلام نمودند که اگر این کار تاکسیرانی که به بخش پیمانکاری سپرده شده عملی گردد، در روزهای آینده به اعتصابات دیگری دست خواهند زد. منابع دیپلماتیک میگویند ایران فعالیت غنیسازی اورانیوم در تأسیسات زیرزمینی فردو در نزدیکی شهر قم را گسترش داده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در دی ماه گذشته از آغاز غنیسازی اورانیوم با غلظت 20% در تأسیسات فردو خبر داده بود. پیشتر دیپلمات‌ها گفته بودند 348 دستگاه سنترفیوژ در دو آبشار 174 تایی در تأسیسات فردو در حال فعالیت است و قرار بود تعداد بیشتری سنترفیوژ نیز نصب شود. این در حالی است که یک دیپلمات در وین روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفته است دو آبشار دیگر که همانند دو آبشار قبلی هستند در حال حاضر نصب شده و در حال فعالیت می باشند. در حال ایران برنامه غنیسازی اورانیوم خود را توسعه می دهد که شورای امنیت سازمان ملل متحد طی 4 قطعنامه تحریمی خواستار تعلیق فعالیت‌های مربوط به غنیسازی اورانیوم شده است. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد در واکنش به سومین روز از حمله نیروهای نظامی دولت سوریه به شهر حمص در بیانیه ضمن محکوم کردن این حملات گفت
به توپ و بمب بستن شهر حمص برای بشریت و انسانیت پذیرفتنی نیست و این حمله مشروعیت حاکمیت دمشق را از بین برده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بان کی مون در بیانیه گفته است که افزایش آمار کشته‌ها در سوریه و به ویژه در دو روز گذشته ترسناک و مخوف است و باید هرچه سریع‌تر هر گونه عامل کشتار متوقف شود. دبیر کل سازمان ملل در بیانیه خود گفته است این گونه رفتارها به شدت محکوم می شود و هیچ دولت و حاکمیتی نیست که به این گونه کشتارها دست بزند و خون مردم خود را بریزد و هنوز بتواند بگوید که دارای مشروعیت است. بان کی مون با اشاره به وتوی قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل در مورد سوریه از سوی چین و روسیه گفته است مخالفت و وتوی چین و روسیه دلیل نمی شود که حاکمیت سوریه فکر کند که مجوز کشتار به دست آورده است. دبیر کل سازمان ملل بار دیگر تأکید کرده که هر گونه خشونت باید سریعا و فوری متوقف شود. روسیه و چین 15 بهمن ماه برای بار دوم قطعنامه شورای امنیت در مورد سوریه را وتو کردند. آمریکا سفارتخانه خود را در سوریه تعطیل کرده و تمامی کارکنانش را از دمشق، پایتخت این کشور، خارج کرده است. در همین رابطه وزارت خارجه آمریکا گفته است به دلیل آنکه مقامات سوری نتوانستند به نگرانی‌های امنیتی آمریکا پاسخ مناسبی بدهند، از این رو این کشور تمامی فعالیت‌های سفارتخانه‌اش را در سوریه به حال تعلیق درآورده است. به گفته خبرنگاران این تصمیم آمریکا که با هدف منزوی کردن بیشتر سوریه انجام شده، در حالی صورت گرفته که چین و روسیه قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل درباره سوریه را وتو کردند. وتوی قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل درباره سوریه در حالی است که حملات ارتش سوریه و آتشباری به نقاط مسکونی شهر حمص شدت گرفته است. روز دوشنبه 17 بهمن خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش کردند عملیات ارتش علیه معترضان طی چند روز اخیر چند صد کشته بر جای گذاشته و تنها در طول روز یک شنبه حدود 30 نفر جان خود را از دست داده و شمار نامعلومی زخمی شدند. شرایط در سوریه به خصوص در شهر حمص که زیر آتش سنگین واحدهای نظامی و تک تیراندازان ارتش قرار دارد بحرانی توصیف شده و ساکنان شهر گفتند که از بیم حمله نفرات ارتش شبانه به دفن اجساد قربانیان این حملات مبادرت می کنند. پس از ماها مذاکره سرانجام دو گروه فلسطینی فتح و حماس بر سر تشکیل دولتی واحد به ریاست محمود عباس به توافق رسیدند. بنا به گزارش رویترز رهبری دولت جدید بر عهده محمود عباس رئیس کنونی تشکیلات خودگردان فلسطین خواهد بود. این گزارش می‌افزاید که دو طرف در پایتخت قطر این توافق نامه را امضا کردند. هر دو گروه اصلی فلسطینی فتح و حماس همچنین موافقت کردند که در ماه‌های آتی انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در مناطق فلسطینی برگزار کنند. یک روز پیش از این توافق محمود عباس و خالد مشعل در دیداری در پایتخت قطر بر اراده مشترک برای برپایی انتخابات جدید در مناطق فلسطینی تأکید کردند. مشعل در گفتگوی با تلویزیون الجزیره گفت هر دو گروه مصممند زخم‌ها را التیام بخشند، فصل جدایی را پشت سر نهند و آشتی میان حماس و فتح را تعمیق بخشند. حماس همکنون کنترل نوار غزه را در اختیار دارد. این گروه اسلامگرا پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی در ژانویه 2006 پس از زد و خوردهای خونین فعالیت گروه فتح در باریکه غزه را ممنوع کرد و با اعمال خشونت و بازداشت هواداران فتح در عمل به ایجاد دولتی مستقل در نوار غزه واقعیت بخشید. اخوان المسلمین سوریه رژیم تهران را به همدستی با رژیم بشار اسد در قتل عام مردم سوریه متهم کرد و گفت روسیه و چین نیز در این جنایت همدست حاکمان دمشق هستند. اخوان المسلمین سوریه در بیانیه اعلام کرد که روسیه، چین و رژیم تهران با حمایت همه جانبه به ویژه حمایت لوجستیکی از رژیم سوریه در قتل عام هولناک مردم بیدفاع این کشور دست دارند و همدست حکومت بشار اسد به شمار می روند.
در گزارش‌های پیشین نیز آمده بود که یک عضو دفتر اجرایی شورای ملی سوریه با ابراز تأسف از وتوی قطعنامه شورای امنیت علیه رژیم دمشق توسط روسیه و چین گفت روسیه سلاح‌های مرگبار به رژیم سوریه می‌فروشد و میلیاردها دلار به دست می‌آورد. متأسفانه رژیم تهران نیز به رژیم بشار اسد هر چقدر پول بخواهد می‌دهد تا اینکه سلاح بخرد و مردم خود را بکشد. نام 5 شرکت نفتی اروپایی در لیست سیاه نفت ایران قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری مهر این 5 شرکت شامل یک شرکت فرانسوی، 3 شرکت بریتانیایی و یک شرکت بریتانیایی هلندی هستند که به گفته وزیر نفت ایران به قراردادهای خود با شرکت ملی پالایش و پخش نفت ایران پایبند نبودند. بنابر همین گزارش علیرضا زیغمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران به این شرکت‌های اروپایی تأکید کرده است که آنها در آینده نقشی در بازار صنایع نفت و گاز ایران نخواهند داشت. شایان ذکر است این نخستین عکس العمل جمهوری اسلامی به طرح تحریم نفتی این کشور از سوی اتحادیه اروپا بوده است. اوکراین تلاش می‌کند عواقب تحریم‌های برقرار شده توسط اتحادیه اروپا علیه ایران را به حداقل برساند. به گفته گنچاروک رئیس اداری کل امور بین المللی دفتر ریاست جمهوری اوکراین، تحریم‌های برقرار شده توسط اتحادیه اروپا در واقع روابط بازرگانی بین اوکراین و ایران را از جمله در زمینه غله فروشی دشوارتر کرده است. رسانه‌های گروهی اوکراین پیشتر نوشته بودند که حدود 10 کشتی باری با حدود 420 هزار تن غله اوکراینی و روسی در نزدیکی بنادر ایران لنگر انداختند، ولی تخلیه آنها به علت مشکلاتی که در رابطه با توقیف حساب‌های بانک مرکزی ایران به وجود آمده آغاز نمی‌شود. آندری گنچاروک گفت به وزارت امور خارجه اوکراین دستورهای مربوطه داده شدند تا زیان ممکنه بر اثر این تحریم‌ها برای کشور ما به حداقل رسانده شود. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی با استناد به داده‌های شرکت‌های مشورتی اوکراینی، این کشور می‌بایست 445 هزار تن غله به ایران بفروشد. چین از ماه مارس واردات نفت از ایران را نسبت به میانگین خرید نفت از این کشور در سال گذشته به نصف کاهش خواهد داد. منابع آگاه در صنعت نفت دوشنبه 17 بهمن ماه به خبرگزاری رویترز گفتند که این تصمیم در پی چانه‌زنی دو کشور بر سر قیمت نفت گرفته شده است. پیش از این چین از ایران خواسته بود که قیمت نفت صادراتیش به چین را کاهش دهد. چین یکی از خریداران اصلی نفت ایران است و تقریباً 555 هزار بشکه نفت در روز از ایران وارد می‌کند که بیش از 10% از میزان صادرات نفت ایران است. چین از اواخر ماه دسامبر سال گذشته میلادی ایران را تحت فشار قرار داده که نفت خود را ارزان‌تر بفروشد. این تصمیم در حالی گرفته شده که هفته گذشته آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به چین سفر کرده تا مقامات این کشور را به کاهش واردات نفت ایران تشویق کند. چین می‌داند که این کشور آخرین پناهگاه ایران است. بنابراین وقتی ایران شرایط سخت‌تر چین برای خرید نفت در سال 2012 از ایران را نپذیرد، پالایشگاه سیونپک چین از ماه ژانویه 285 هزار بشکه در روز از میزان خرید نفت ایران کم خواهد کرد. دولت چین یک ماه پیش تقاضای آمریکا برای تحریم نفت ایران را رد کرده بود، اما به نظر می‌رسد این کشور می‌خواهد از تنگنایی که ایران در آن قرار گرفته نهایت استفاده را بکند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با هشدار جدی به کشورهای اروپایی که خواهان تحریم ایران هستند گفت جمهوری اسلامی ایران هم در صورت تحریم نفت ایران از سوی کشورهای اروپایی حجم تجارت خود را با این کشورها کاهش خواهد داد. مهدی غزنفری افزود این اقدام برای کشورهای اروپایی که تحریم نفت ایران را آغاز بکنند و وزارت نفت با آن کشورها نفروشد و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقدام مشابه حجم مبادلات خود با این کشورها را کم خواهد کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد کشورهای اروپایی که قصد دارند فضای اقتصادی ایران را برهم بزنند نباید انتظار همکاری تجاری با کشور ایران را داشته باشند. ایالات متحده آمریکا دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران را در بانک‌های خود از جمله دارایی‌های بانک مرکزی این کشور را
بلوکه کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه فرمان اجرایی تحریم‌های جدید و گسترده مالی علیه ایران و بانک مرکزی این کشور را امضا کرد. آقای اوباما گفته است که به دلیل پنهانکاری بانک‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها اقدامات تازه‌ای برای برخورد با آنها ضروری است. کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد بر اساس تحریم‌های تازه کلیه دارایی‌های ایران و بانک مرکزی این کشور در ایالات متحده توقیف می‌شود. وزارت خزانه‌داری نیز اعلام کرده است که ایران با فشار بی سابقه‌ای روبرو خواهد شد و فشار اقتصادی و دیپلماتیک تا زمانی که ایران نگرانی‌های بین‌المللی در خصوص ماهیت برنامه هسته‌ایش برطرف نکند ادامه خواهد یافت. در همین زمینه روز پنجشنبه کمیته امور بانکی سنای آمریکا در راستای اعمال فشار بیشتر به دولت ایران طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفتکش ایران مشمول تحریم خواهند شد. طبق این طرح شرکت‌هایی که با ایران برای استخراج اورانیوم در کشورهای مختلف مشارکت دارند و همچنین آن دسته از شرکت‌هایی که به ایران تجهیزات و ابزار سرکوب مردم می‌فروشند تحریم خواهند شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا قول داد تا تحریم‌های موجود علیه رژیم سوریه را تشدید کرده و افزون بر آنها تحریمات جدیدی را نیز روی حمل و نقل دریایی و نقل و انتقال پول به دمشق را تدارک ببیند. به گزارش خبرگزاری نهارنت لبنان، هیلاری کلینتون پس از وتوی قطعنامه شورای امنیت علیه اسد از سوی روسیه و چین گفت که واشنگتن همراه با سایر دوستان مردم سوریه در سراسر جهان نیز از اهداف صلح آمیز اپوزیسیون سوریه پشتیبانی می کند. وی پس از گفتگوی بی نتیجه اش با وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف در مونیخ در جریان بازدیدش از بلغارستان اظهار داشت آنچه در شورای امنیت رخ داد یک افتضاح بود. هیلاری کلینتون در حالی که احساس گرفتگی سنگینی در چهره اش نمایان بود در مصاحبه مطبوعاتی خود همراه نخست وزیر بلغارستان بایکو باریسوف گفت این کشورها که از حمایت طرح اتحادیه عرب امتناع کردند مسئولیت کامل دفاع از رژیم صفاک دمشق را عملا به عهده گرفتند. و پایان بخش خبرهای این ساعت. وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد که سفیر این کشور را برای مشورت از سوریه فراخوانده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه ویلیام هیگ که در پارلمان انگلستان سخن می گفت با اشاره به رویدادهای خونین سوریه رژیم بشار اسد را به قتل شهروندان غیر نظامی متهم کرد و اقدام روسیه و چین در وتوی قطعنامه شورای امنیت در محکومیت خشونت علیه تظاهرکنندگان سوری را نیز محکوم نمود. به گفته وزیر خارجه بریتانیا کارکنان سفارت این کشور در دمشق در شرایط دشواری کار می‌کنند و به همین دلیل سفیر انگلستان برای گفتگو به لندن فراخوانده شده است. این اقدام بریتانیا در حالی است که آمریکا هم سفارت خود را در دمشق به دلیل وخامت اوضاع امنیتی بست و کلیه کارکنان و خانواده‌های آنها را از سوریه خارج کرد. بینندگان گرامی، در این لحظه به پایان خبرهای بخش فارسی کردکانال رسیدیم. تا دیداری مجدد، روزگار بر شما عزیزان.